من در انتشارات خودمون سعی کردم که از دایره یک ناشر به اصطلاح محقق و پیگیر مسائل مورد نیاز جامعه اون سوتر نرم. هر زحمت و هر مهنت و هر گرفتاری رو تحمل کردم و سعی کردم کتاب خوب به دست مردم بدم. تو همکارای ما هم که با ما خیلی همچین صمیمانه برخورد نمی کنن، این اعتراف وجود داره که کتاب های کارنگ کتاب های خوبیه. درست؟ مجموعه این دلایل و واقعیت های انکار ناپذیر سبب شد که دستندرکاران تهیه مجموعه تلویزیونی هویت تلاش برای دستیابی به لایه‌های پنهان سناریوی تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند. در مدت پخش این مجموعه، جریان روشنفکری وابسته و کسانی که از مباحث محتوایی هویت دچار مشکل و سردرگمی شده‌اند، تلاش فراوان کردند با زیر سوال بردن انگیزه‌های تهیه و پخش این سلسله برنامه. در پاسخ به این سوالات، هر ذهن عادی نیز در می‌یابد که هر نوع سکوت و بی‌اعتنایی در برابر تهاجم همه جانبه دشمنان ملت مسلمان به فرهنگ این آب و خاک دقیقاً بی احترامی به شأن فرهنگی ملت بزرگ ایران محسوب می شود و هر قدمی که در راه مقابله اصولی با اهداف ضد فرهنگی کانونهای کنترل فرهنگ برداشته شود تجلی احترام کامل به تلاش‌های بی‌وقفه است که مسئولان نظام اسلامی برای حفظ و تقویت بنیه فرهنگ این سرزمین برمی دارد. عزت داریم اگر میگویی گریه کنید من بکا او ابکا او تباکا، این یه نهضت، نهضت اشک، نهضت گریه است برای اینکه پیامو برسونه، نهضتی که امام سجاد آغاز کرد به قول شریعتی. آنها که رفتن کاری حسینی کردن، آنها که ماندن باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدیان. کار زینبی همین نهضت بکاه، گریه است که اینها پایه‌گذاری کردن و 1400 سال داره پایه های ظلم رو در دنیا میدرسونه. گاندی از نهضت عاشورا در واقع درس میگیره و چگوارا هم همینطور. بسیاری از رهبران جنبش های آزادی های جهان الهام گرفته از نهضت عاشورا هست. کار ما پتشکیه، ما کار سیاسی نداریم که تو اونجا، کار حتی اجتماعی نداریم، کار حوزه دین نداریم، کار ما کتاب دیابته، جراحی قلبه، گوارشه، با اینها مشکل داریم. عرض کنم که خود ما امام نیست، پیامبر فرمود حسین و منی انا من حسین. در واقع دین پیامبر به قیام ابو عبدالله زنده شد و زنده میماند. ما معتقدیم که ببینید آیه قرآنه که ان الصفا و المروه من شعائر. قرآن گواه امین و خدشه‌ناپذیر و بزرگوارانه است در این باب که اعلام میکنه که از زمان پیدایش دین کبیر اسلام یهودیا و مسیحیا از همون آغاز علیه این دین و آموزه‌هاش و کتابش و دستوراتش جنگیدن، تا اونجا که قرآن اونها رو دشمن مستقیم مسلمانان معرفی میکنه و اونها رو تا حد نجس پایین میاره و به مسلمان ها توصیه میکنه که از روابط با اینا پرهیز کنن و دستور میده و مجاز میشموره که مسلمان ها اهل کتاب پیشین یعنی یهودی ها و مسیحی ها رو چنان تحت فشار قرار بدن که اونها برای ادامه زندگی ناچار بشن که مسلمان ها جزیه بپردازن. عرض کنم که خود ما امام نیست، پیامبر فرمود حسین و منی انا من حسین. در واقع دین پیامبر به قیام ابو عبدالله زنده شد و زنده میماند. ما معتقدیم که ببینید آیه قرآنه که ان الصفا و المروه من شعائر الله، یه سری شعار، شعارها باید زنده بماند. همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم و قرآن این را نمیگه. قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم. صفا و مروه، حج، مناسک حج، اینا شعاره. جماعت و جمعه شعاره، شعائر باید حفظ بشه. و حالا در شیعه
بحث عاشورا یک نقطه عطفیه که شعار وقت خوب زنده نگه داشتن. از اون موقع تا الان یک نهضت بکایی شروع شد، نهضت گریهی شروع شد و خوب نگه داشتن و میبینید که در دنیا تأثیر عمیقی داره. کدوم شهادتیست، کدوم مرگیست که 1400 سال واقعا مردم رو ملتهب کنه؟ نمیخوام جنگ ادامه پیدا بکنه، برگرده به همون حالت قبلی که دشمن دوباره داره دریوزگی کنه اطراف دنیا که دوباره ایران رو به صلح دعوت بکنه. نمیخوام به خودم دروغ بگیم، ببینید چقدر نزورات، ببینید چقدر در اربعین بزرگترین اجتماع کربلا تشکیل میشه و چه پذیرایی از این زوار میشه. و در ایران کسی نیست که در این ایام غذای نذری نخورده باشه و اگر بناس مستضعفی غذا برسه قطعا کسی سر بدون شام در دهه عاشورا زمین نمیذاره و قطعا یک غذای نذری گیرش میاد. اینا خیلی زیباست، یعنی امام حسین داره از یک ملت 80 میلیونی پذیرایی میکنه و کسی بدون غذای نذری نمیره. هنوز یکی از دوستا تازگی میگفتیم چه کار میکنیم، گفت هنوز دارم غذای نذری میخورم، یعنی توی اختیارش انقدر غذای نذری داشت. بنابراین این پذیرایی ابو عبدالله مال مردم نیست، هر کسی از داره با تیب خاطر با عشق میده، مسیحی هم داره میده و حاجت میگیره. اینا رو من یه همسلولی داشتم که واقعا معتقد نبود اما از تاسوعا نذری داده بود و از زندان آزاد شد و همه مسائلش حل شده بود، دیگه ادامه میداد، هر سال یه دیگه اضافه میکرد. این واقعیت هاییست که میبینیم تو جامعه هست و نباید ازش پرهیز کنیم. چیزایی آیه دکتر فرمودن که من جسارتا میخوام بگم، یکی مناسک دینی، میگم بحث عقلانی نیست در مناسک دینی. من میخوام بگم تمام مناسک دینی ما عقلانی است. اگر چیزی رو ما فلسفهش رو نمیدونیم، یک فلسفه رو که میدونیم که اگر اصل رو، اگر اصول رو با تحقیق پذیرفتیم، بعد از اون تعبد است و مناسک در هر حزب و در هر گروه و در هر دسته ای است. به مناسک تمام ادیان باید احترام بذاریم، ولی مناسک شیعی و مناسک اسلام بسیار دقیق و ظریف و بجاست. از سال 68 تا 76 دوره وزارت فلاحیان در سمت معاون امنیتی وزارت و 76 تا 77 وزارت دوری نجف آبادی در سمت مشاور وزیر، مجموعاً 9 سال سعید امامی در همه قطعات حکومتی شرکت داشته، حالا یا به عنوان عامل یا مدیریت کننده. بفرمایید. خیلی ممنون. برای این موضوع که ما مثلا واردش بشیم هیچ ضرورتی نداره. من 70 سال پیش توی این شهر تهران متولد شدم، تقریبا اصلا درس نخوندم و هیچ وقت هیچ استادی رو نداشتم. پیشا پیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همجوری مقدمتاً و بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم، تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حداکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته. اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه، اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش می رفته تمامم شده بود، یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود، باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید، یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست. مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم، اصلا به هیچ وجه ارزش گذاری معماری روش ممکن نیست، برای اینکه این حتی با یک ستون معابد مصر هم قابل سنجش نیست، یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری، یا حتی نمیتونه اینا رو با هم سنجید، یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکس رو در جهان نمیشه سنجید، چه برسه اون دو تا چهار تا اسفنکس نیمه کاره ای که در تخت جمشید هست. به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب شرقی هست حیرت انگیزه، تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست، یا در هند یا در یونان حتی دعوت میکنیم. به این ترتیب یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین آثار سلوکی باقی مانده در اردن، در شام، در لبنان و در ترکیه، حتی اینها کارهای با به اصطلاح اجراهای باور نکردنی، چه از نظر ظرافت، چه از نظر محاسبه، چه از نظر نقش اندازی، چه از نظر دشواری محل کار،
اما الان در دنیا کاملا قضیه لااقل برای ایرانی ها به این صورت تفهیم شده که در جهان هیچ چیزی، هیچ معماری بالاتر از معماری تخت جمشید نیست. اون هم در جهانی که مثلا دیوار چین یک قسمت کوتاه با تمام تخت جمشید برابری میکنه، که مثلا کارهای فوق تصور انسانی است و تمام شده است و بهره برداری شده است و پابرجایی شده در تاریخ نشون داده. این یه مطلب راجع به تخت جمشید. یه مطلب این که اصولا تخت جمشید بر خرابه های یک زیگورات خشت و گلی ایلامی بالا رفته، یعنی پیش از تصرف تخت جمشید به وسیله هخامنشیان اینجا یک مجموعه کامل معابد ایلامی و یک زیگورات قابل بهره برداری و در حال بهره برداری بوده. بخشی از این زیگورات را و این ابنیه خشت و گلی ایلامی را هخامنشیان اولیه، یعنی فقط در زمان داریوش و خشایارشا فرزندش، تخریب کردند و به جاش چند پنل ساختمانی را آغاز کردند که در اثر حادثه‌ای که بعد بهش اشاره میکنیم این ادامه کار هم متوقف ماند و در اوایل ساخت تخت جمشید مثلا ادامه کار ابنیه به خودش رها شد، به خود رها شدنی که تا همه امروز هم خودش را. یعنی آن چیزی که امروز شما در تخت جمشید میبینید همون چیزی است که در 2480 سال پیش به خودش رها شده.